در این قسمت از آموزش بریم سراغ اندازه گذاری و میخوایم اندازه گذاری رو شروع کنیم من میام یه دونه پارت جدید رو ایجاد میکنم بعد از اینکه وارد پارت جدید شدیم از قسمت اسکش من میام یکی از صفحات مورد نظرم رو انتخاب میکنم و میرم سراغ اندازه گذاریم ما میایم اینجا مثلا یه دونه مستطیل رو ترسیم میکنیم و میام مستطیلم رو به این صورت جابجا جا میکنم ما در رابطه با فولی شدن خیلی صحبت کردیم و مدام تاکید کردم که باید اشکالمون فولی باشه و داخل فضا جابجا جا نشه شکلی که فولی نیستش به رنگ آبی در میاد من زمانی که بیام اندازه ها رو وارد کنم شکلم مدام به فولی شدن نزدیک میشه ما میتونیم اینجا اندازه رو خودمون وارد کنیم یا اینکه در این قسمت ویرایشش کنیم و ما میتونیم این قسمت رو اوکی کنیم بریم سراغ قسمت بعدی این قسمت وارد میشه اوکیش میکنیم هنوز شکلمون فولی نشده ما گفتیم که نسبت به نقطه مرکزی هم باید ما این کار رو انجام بدیم و نسبت به نقطه مرکزی هم اندازه رو وارد کنیم ما زمانی که بیایم در نزدیکی فاصله این دو تا نقطه همونطور که مشاهده میکنید طول این فاصله رو به ما میده اگه یک مقدار بیایم به سمت چپ میاد فاصله عمودی رو به ما میده و اگه یک مقدار بیایم به سمت پایین فاصله افقی رو به ما میده پس ما میتونیم سه تا حالت از اندازه رو داشته باشیم اگر شما در این حالت یه دونه روی راست کلیک کلیک کنید همونطور که مشاهده میکنید الان دیگه قفل شده و ما دیگه نمیتونیم حالت افقی بودن و تغییر بدیم یک بار دیگه روی کلیک راست موستون فشار بدید همونطور که مشاهده میکنید از حالت قفلی در میاد من الان در این حالت قفلش میکنم همونطور که میبینید به هیچ عنوان دیگه این حالت تغییر نمیکنه پس اینم یک روشی هست که ما میتونیم ازش استفاده کنیم و نوع اندازه رو مشخص کنیم پس این مورد رو توجه داشته باشید من الان یه اندازه رو در این قسمت وارد میکنم همونطور که میبینید این دوتا زل ما مشکی شدن چرا که ما دیگه در این راستا تغییر جهت نداریم فقط در راستای بالا و پایین ما میتونیم تغییر جهت رو به این صورت داشته باشیم پس ما یه اندازه رو فیکسش کردیم فقط کافیه که فقط کافیه که ما این قسمت رو انتخاب کنیم با این قسمت به این صورت اندازش رو وارد کنیم و شکلمون فولی شد شکل مشکی رنگ شکلیه که فولی شده و دیگه داخل فضا تغییر ناپذیر هستش یعنی ما دیگه نمیتونیم به هیچ عنوان مثلا این جابجا کنیم مرکز رو جابجا کنیم الان آماده هستیم که وارد قسمت سه بودی نرم کتیا بشیم پس ما به این صورت میتونیم اندازه گذاری ها رو انجام بدیم بریم سراغ سمارت دایمنشن و من میخوام یک بار دیگه مثلا این زلو که اندازش رو دادم این زلو هم اندازش رو وارد کنم مثلا این قسمت انتخاب میکنیم اوکی میکنم همونطور که مشاهده میکنید شکل ما به رنگ زرد درآمد و این نشون میده که ما اندازه های زیادی رو وارد کردیم و یه اندازه رو وارد کردیم که زیاد از حد بوده و دلیلی نداشون اندازه رو وارد کنیم مثلا ما اینجا اندازه رو داریم در این قسمت دیگه نیاز نیست اندازه رو داشته باشیم من حالت اول رو که به ما پیشنهاد در انتخاب میکنم اوکی میکنم همونطور که مشاهده میکنید اندازه بعدی مثل خطکش عمل میکنه و رنگش کم رنگتر از اندازه بالایی هستش ما مثلا میایم اندازه بالایی رو 8 میکنیم و کی میکنیم این قسمت هم 8 میشه پس این وابسته به این قسمته و مثل یه خط کش داده اندازه خط رو به ما ارائه میکنه این قسمت رو پاک میکنم میرم سراغ دایمنشن و یه این قسمت رو انتخاب میکنم حالا دوباره میریم سراغ قسمت بعدی و تیک دوم رو فعال میکنم و میکنم در این حالت میاد همین شرایطی که وجود داره و به هشدار بوده به ما نشون میده و در قسمت پایین یه هشدار قرمز رنگی به ما نشون داده که اوور رو نوشته یعنی ما اندازه های بیش از حدی وارد کردیم که شکلمون به اون اندازه ها نیاز نداشت و بهتره که اون اندازه ها پاک بشه یا یه دونه اندازه اضافه داریم اون اندازه رو بیاین پاک کنیم ما اینجا علامت چراغ قرمز داریم که یه چراغ قرمز داره چراغ سبز داره که میتونیم این قسمت انتخاب کنیم هشدارهایی که داخل شکلمون وجود داره و ارورهایی هایی که داخل شکلمون وجود داره در این قسمت قابل نمایش هست که به ما میگه که شکل شما over هستش و باید اون قسمت اضافه رو بیاید و پاکش کنید علامت تعجب زردرنگی هم در این قسمت نمایش شده شده و به ما میگه که این اسکشمون داره مشکله و به تب پارت یکمون به صورت کلی مشکل داره من میام در این قسمت ادیت رو انتخاب میکنم این قسمت رو پاک میکنم الان این قسمت رو بزنیم دیگه مشکلی وجود نداره و دیگه شکلمون بدون هیچ مشکلی وارد محیط سه بودی میشه پس ما این روش رو هم با هم یاد گرفتیم و اندازه گذاری به این صورت میتونه انجام بشه در قسمت بعدی از آموزش قسمت های دیگه اندازه گذاری رو با هم یاد میگیریم و مباحث اندازه گذاری رو کم کم به پایان تا تمرینات رو شروع کنیم.